سلام برای یوتیوب آقا یه دونه اپیزود این براتون نیستی از این چیزا که خیلی به نظر من اتفاق میفته توی ایران و اینکه کتک خوردن بچه ها از پدر مادرشونه. و خیلی جالب این موضوع داشتیم با امین صحبت میکنیم راجع بهش بعد امین گفتش بذار من چند تا خاطره تعریف کنم گفتم بذار زفت کنیم مثلا من با شما دفعه اول دارم میشنوم برو بریم خب امین بگو من تا زیاد چیز نشدم آره. چیزای ولی خب اصلا چند تا تخ... سه چهار تا سه تا کلا سه تا ولی سه تاش بعد خنده داره هیچ کونه هم تفسیر من نبوده او oh, بگو اینا یه <laughs> دونه اش مثلا چیز بود میدونی پدر بزرگم کفتر داشت خب با من هم داشت فاکر مثلا بالای پشت بود و کفدرش هم حساس بود بعد پسر هم رفته بودن بالای پشت اون تخم کفتر رو شیکونده بودن فکر رو تو کردی نه 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 بعد اومده بود جلو بابا همه پسرخاله ها بودن همه بودن نگفت کی گفت همه شون خب گفت همه شون رفتن چرت و پرت گفت اینا بعد که خب مثلا بابای من دوست نداره که مثلا من مثلا کار اشتباه انجام بدم یا هر چیزی بعد بابای پسر خالام هیچی بهشون نگفتن بابای من که منی که هیچ کاری نکرده بودم <applause> یه ساز کتک خوردم <applause> کتک بد خوردم مثلا من رو بود پشت بون یه چک بد منزد چک خیلی دوزیه من در کونی میزنم من دیروز عصبی شدم یه در کونی زدم یه ترنگارم به پاشا زدم دیروز هم موموکو رو تنبیه کردم هم چیز ولی میگم موموکو رو یه در کونی بشتدم که حتی گریه هم نکرد حالا نمیدونم چون دارم نمیاد محکم بزنم فقط دوست دارم یه مثلا یه تقی بده یه صدایی بده و مثلا به خودش بیاد نمیخوام دردش بیارم بعد من محکم خوردم بعدم خوردم م... بعد بودش داشت بعد... من هیچ کاری نکردم نه این دیروز دیگه من که میگم یعنی سه بار به جای رسید که گفتم یه درکنین لازم داره بعد دوباره خودمو جمع کردم گفتم نه نکنین کارو و این دفعه سوم بعد حالا چیه داستان مریضه باید استراحت کنه خوب شه هی hey, جوره پنجره هی میده بیرون دو روزه دارم ازش خواهش میکنم جون مادرت بشین سر جا رو خدا بشین تو تخت آپشن داری تو تخت خودت بشی یا بیای تو تخت من یا بیای رو مبل تو اتاق ما من بعدش درست میکنم پتو متو فلان هر چی هم میخوای برات میارم از کارتون تو آیپد تا بازی تا غذا تا آب هر چی میخوای برات میارم فقط استراحت کن بعد این یه این جمله نمیگیره هی کن میزه هی کن میزه هی میزه بعد صداش دیگه اینجا شده ایف. مریض داره بعد ول نمیکنه باز کن میگه دیگه رفتم دو تا یعنی گفتم این دیگه دفعه آخره بعد اینم دوباره خواهم جمع کردم دفعه دوم دوان دوباره خواهم جمع کردم از زخمیام دفعه دوم دفعه هشتم اون روز یا دفعه چند 35 اون روزه ها ولی دفعه سوم دیگه رفتم گفتم خب نمیشه دیگه آقا گوش نمیده من باید یه کاری که کن این بچه به خودش بیاد یه دونه درکونی بهش زدم بعد یهو به خودش اومد بنده کرد و بعد گفتش که امسای و ناراحت شد و بعد بزن یه گریه خوش نگرد داشت بعد گفت امسای گفتم که دیگه من از خودم بدم میاد اگه به تو یه کاری کنم که تو رو ناراحت کنم چرا توی من یه کاری میکنی که من تو رو مجبور بشم میخوام ناراحتت کنم من نمیخوام این کارو بکنم بعد دیگه حالا این این خیلی خوشحالم کرد بعد از یه این اتفاق افتاد رفتم تو اتاق اینجوری شلوارش رو کشیدم پایین که ببینم مثلا جای دستم مونده مثلا بمانمش اینا بعد دیدم جای دستم نیست بعد گفتم که مامو کدوم طرفت بود که کونو بمالم بعد خودم یه فکر گفت نمیدونم بعد دیدم که یادش نمیاد کدوم هرچه با فاصله مثلا 15 دقیقه 10 دقیقه گفتم اوکی دیگه من فقط همون تقرا بهش دادم که پاشام حواس پرتی بود یه دونه اینجوری زدم به بازوش گفتم پاشا حواستو رو جمع کن دیگه بابا من این ده بودم مثلا توضیح هم چه نمیگیری بعد اونم جمع شد بعد رفتم بالا یه دونه هم زدم در کونه النا گفتم امروز دیگه قاطی کردم همه رو زدم من بابام و مامانم هیچ وقت حالا منو نزدن یه بار مثلا دیگه خیلی بزرگ بودم 17 سالم بود و مامانم زد تو گوشم بعد خب مامانم یه چیز کیوت مهربون خوشگل عشقه من هم یه بچه شاخ گلور کرمستی ها کاراته بسکتبال کسخار بعد بس از که زد تو گوشم خندم هم گره بعد اینطوری کردم اینجوری یه میزه رو سینت, سینت صدا میده و دستت هم یه جوری طرف کنه خورده به مونیه اینطوری کردم بهش بعد مهمون هم یه ترتیز رفت کردم رفتم یعنی اقلا خنده بود که گفتم که آخه کوکولی کوکولی بابا هم هیچ وقت بهم دست نزده خدا وکیلی خیلی دوستان میگن که اگر بابات کتک زده بود یه خود آروم تر به دنیا میمدی بعد آقاتر تر میبودی و من واقعا این رو باور دارم بابا اگه تو <applause> در درکونی من زده بود این حرف رو شاید انقدر انقدر دعیست نمید این کسی که میگم من نمیگفتم دیگه هم فیلم کنم دیگه به من میگن بیعدب تنی آدم ایران خواهی مثلا بابای من وقتی من بچه بودم روم حساس بود یعنی چی؟ آه خیلی آقا باشی نه نه آفرین مثلا هیچ نگیر مثلا امین یه ذره اذیت کرد این کارو کرد اون کار کرد باید بچه آقا چیزی باشی میدونی بعد من اون من نبود ما خونه مادر بزرگم هم بودیم یه دونه از روی چیز بود رو بود من و پسرم تنها بودیم تو خونه بعد پسر من گفتم فاکین بیا بریم اینو بخوریم عدس پولا خالی بود گفتش که خب من میرم سس قرمز میارم سس سفید میارم بخوریم خب مم. بعد گفتم اوکی برو بیار رفت تو یخچال اوورد اشتباهی که کرد ورداشته بود روغن حیوانی اوورده بود او سس. مثلا فاک اون زمان روغن آره. مثلا نه سال پیش کیلوی 500000 هزار تا بود بعد مثلا اوورد قاشق زد توش گفت این که روغنه بعد همون قاشق روغنیه رو رفت تو ظرف سوسم زد آها یعنی جفتشون رو خراب کرد بعد حالا مادر بزرگ من اومده خونه نمیدونه داستان چیه به امم چیزی نگفته به بابای من گفته امین داره جدیدا اذیت میکنه الانم شروع کرده این کارو کردن بعد بابای من اون زمان من حساس بود ناراحت شد و اونا بعد من مثلا بیرون بودم از خونه با ماشین اومد دنبالم اووردم خونه تو خونه یه پس کودک زد <applause> <تص حتی اصلا چی شد نه هیچی نمیدونستم بعدش هم نفهمیده بودم خب جالبیش اینه که مثلا جلوی مادر بزرگم مثلا فاکین آره من مثلا با بچه ها رفت بیرون تو پارک بابا خوشحال رو خنده نمید دو چطوری همین بیاری خونه کارت دارم ما سوار ماشین شدیم خوشحال و خندون تو ماشین با هم خودی خندیدیم نه بابا بعد تو خونه چی در باز میکرد همونو یه ذر میزد یا نه صحبت میکرد میگفت مثلا نه دیگه میزد اصلا نمیفهم اصابانی شده بود از اینکه که مادر بزرگ هم مثلا گفته بود امین جدیدن بچه بری شده مثلا اوه عصبانی شده بود که امین نباید بچه بدی باشه خب میزراج یعنی بدن من یک ما کبود بود اوه این بدترین چیزی بود که چند سالت بود؟ من فکر فکرم ده سالم بود وای نه من میگم یه اینجوری میزنم به پاشا قلبم میشکنه دو روز ناراحتم سه بار با پاشا بحث میکنم ولی ازش معذرت خواهی نمیکنم برعکس بابای تو که میاد سفرش میاد ببخشید ازش معذرت خواهی نمیکنم میگم تو منو انقدر عصبونی کردی که من مجبورم این کارو بکنم همون قدری که منم تقصیر دارم تو هم تقصیر داری چون من سعی کردم این اتفاق آه. نیفته من سعی کردم اینو دور بزنم تو منو مجبور کردی سر این من مثلا من حق میدادم اگه مشکل از من بود یه کار از من بود فکر من میکنم از من همینه من بود می کنم پاشام همینو میفهمه فکر می کنم پاشام اینو میفهمه منم بزن بزن دیگه پاشا بیا سلام خب پاشا جون من دیروز از شدم یه اینجوری زدم بهت بله از از اون چی تو فهمیدی؟ چه احساسی داشتی نسبت به این؟ من احساسی داشتم. احساسی, داشتم؟ احساسی داشتم من احساسی داشتم خیلی نفهمیدم چی شده ناراحت شدی خیلی؟, خیلی نه خیلی شدم یک کچک چی کار کنم نمیدونستی چیکار کنی بعد از اینکه بابا به ترنگل زد یا نمیدونستی چیکار کنی توی درست توی درسم الان میدونی بله پس بکنی اون ترنگلی که بزنم کمک کرد بله آه، پاشم تکون نمیخوره چون کارت میده خیلی چیزش خورده کنه یه بار یه کنی میری عقب دفاع کنی یا میترسی استم کنم برم عقب میسم اینی چی نمیکنه فقط بلاک میکنه هیچ این وقتا دو که دور میده حتما بگیرده سنم... لگد رو بزنی پس بزن. این بزن. پس با ما یک خود مهربون باش باشی من فقط دارم شوخی میکنم من لگد رو به ما نزن در بدون که من آی love دیروز اومدی گفتی که من فکر کردم تو من دیگه دوست نداری من اصلا این آپشن ندارم که تو دوست نداشته باشم نه من فکر کردم تو من دوست نداری خب میگم من آه. اصلا این رو ندارم که تو دوست نداشته باشم تو میفهمی که وقتی انقدی بودی تو دست من بودی نه یاد میاد مامان که انقدی بود تو بغل من بود نه مامان یاد نمیاد کوچولو بود نه خیلی ای چه باحال فکر میاد باشه حالا در صورت تو خود بعدا بابا میشی میفهمی وقتی یه بچه را بچه تو بغل بزرگ میکنی نمیتونی هیچ وقت دوستش نشته باشی okay. میتونید رو بفهمید خب بچه بگو بچه لطفا لایک و سابسکرایب کنین به بابای من حال بدین بچه لطفاً لایک کنین تسکرایب کنیم به تسکر بابای من حال بدین مرسی بچه ها برو دست خوب پده سگ خب این هم از پاشا همون موقع داشتیم حرف میزدیم اومد خودش رو تو دوربین و با بقا با, با, با. خب امین پس تو دو سه تا داستان قوی داشتی من من یه دونه داستان اتا نمیتونم بگم اونو چون دوستمون بچه معروف الان داستان خیلی شخصیه ا... <تصفح> اونو دیده بودم بابا کتک بزنه نه <تصفح> من خیلی دیدیم مشکل با کتک ندارم ولی خب در صورتی که خب مثلا مشکل از من باشه دیگه آره من من میگم مثلا من خودم بچه بودم مثلا یه کاری میکردم کارم بد بود بعد بابا منو نمیزد بعد برام خیلی عجیب بود که چرا منو نمیزنه چرا منو نمیزنی آره میگفتم که الان من کاری کردم خیلی کار احمقانه بوده تو یه دونه رو درک کنی من بزنی من دفعه دیگه این کار نمیکنم ولی بابای من کاملا مخالف این بود بود دیگه میگفت اصلا هیچ وقت نباید دست بزنی به بچه